بعد از بازی حتما سرمربی تیم باید باشه. اگر ایشون دارین از خودشون این بخش نامه رو صادر میکنن، باید وضعیت روحی و جسمی مربیاشون هم در نظر بگیرن. الان من مشکل داشتم، تکلیف بیرون روی ما چیه که بیرون روی داشتیم؟ کی باید جوابشو بده؟ حداقل قضیه اینه که چند تا از این پمپرزا بیارن که اگه کسی وضعیتی داشت مثل وضعیت من بتونه تو اینجا حضور پیدا کرده باشه. اجبار اونجا تیم اومده من اجبار کرده که گفتن فقط باید این یه رویه غلطه. هر کی اینو بخشنامه رو صادر کرده رویه غلطیه. هر کس که میتونه بیاد اینجا، اگر من میام یا هر کس دیگه، به عنوان نماینده فنی داره میاد اینجا، بحث رو باید از اون بپرسید، اونم جوابگو هستش. الان به من گفتم با اینی که دلپیچه داشتم، به شدت دلپیچه داشتم، الانم که دارم صحبت کنم دل درد دارم، با هزار بدبختی خودم رسوندم اینجا. معنی نداره این کار. بشین بخشنامه گفت بعد به شدت جریمه میشه، محروم میشه. هزار تا چیز ما داریم برای محروم کردن، هزار تا کار داریم برای محکوم کردن. اینجوری نیست که بشینیم توی سایه خودمون 90 دقیقه نمیدونیم چی شده اینجا، چه اتفاقی افتاده، به حال روز فلان مربی چه گذشته. الان من نه به خاطر اون بخشنامه اومدم، نه به خاطر فدراسیون، نه به خاطر سازمان لیگ. من به احترام شما اومدم و فوق العاده حالم بده، دلپیچه شدید دارم. علتش هم کمیته پزشکی سازمان فدراسیون پزشکی از همه بهتر میدونه. اینو گفتم به سازمان لیگ گفته باشم. فوتبالش به نظر من فوتبال خوبی بود، هر دو تا تیم خوب فوتبال بازی کردن. بعد از به ثمر رسوندن گل اول ما بنا رو گذاشتیم تا توانمندیمون هنوز پابرجاست کار رو تموم کنیم. به همین دلیل بعد از گل ما حدود 15-16 دقیقه سوار بر بازی بودیم و موقعیت‌های خوبی هم داشتیم. از شانس بعدمون هر چی زدیم در مسیر به دفاع اونا خورد، اونا هم جانانه دفاع کردن. ما بعد از گل اصلا برای حالت دفاعی نیومدیم، اما بد آوردیم. حالا برعکس ما، اونا هم شانس آوردن روی گلی که زدن به پای دفاعی ما خورد. هم به نظر من بعد از گل مساوی عالی بازی کردن، از حق نگذریم، عالی بازی کردن. به نظر من استحقاق توفیقو داشتن. ما محمد عباس سادر هم سر مصدومیت از دست دادیم و نتونستیم اون روندی رو که در نیمه اول داشتیم در نیمه دوم ادامه بدیم. آر سوالی هست؟ دوستان؟ نیمه اول گرفتتون رو مثل اینکه در آوردن خودت ناراحت شدی و اینکه سال دوم که برای فصل بعد اینکه تو لیگ برتر میمونی یا اینکه بازم مثلا اون حضورتون موقتی میتونه باشه؟ نه، من مشکلات خانوادگی داشتم. اگر مشکلات خانوادگی ادامه داشته باشه، توی الهم و فلهم مسائل خانوادگی واجبتر از ورزش هستش. در نیمه اول، هم در نیمه اول، هم در نیمه دوم، هم در وسط بازی، هم در پایان، هم اول، هم اون بر، هم این بر، همه طرف بازیکن‌ها هرس ما رو در بردن. بازیکن‌ها تمرینشون با مسابقه‌شون اصلا قابل قیاس نیست. تک به تک شما نفر رو مثل آب خوردن تو تمرین از جلو بر می‌دارن. اینجا تا نفر از جلو بر ندارن ما نمیتونیم تفوق داشته باشیم. به هیچ وجه نمیتونیم ما طرح تاکتیک داشته باشیم. تا تیمی توان اینه نداشته باشه یک نفر یار مستقیمش از رو بروش برداره، قادر نیست چیز طرحی رو داشته باشه. ما امروز عاجز بودم بچه همون از این قضیه، اما در دوندگی و دووندن توپ به نظر من خوب کار کرد. من آقا عذرخواهی میکنم از آقایون، اگر اون حالت روحی همیشه گیر ندارم. به شدت من درگیری داخلی دارم. ممنونم از این.